ما با مملکت صحبت میکردیم که صنف اول دیپارتمنت سینما هستند و مملکت ایوبی در کنار ما است. گفتن که ما از صنف نو مطالعه میکردم و تا فعلا که حالا سال اول دانشگاهشان هست در چهار ماه تانسته که هشتاد کتاب مطالعه بکنه کتاب های مختلف بوده و از مرحله اولی که آغاز کرده حالا کتاب هایی که در سطح بالا هستن یعنی فلسفه و اینا رو میخوانه بیشتر از خودش میپرسیم در مورد کار و فعالیت و این مطالعاتی که انجام داده صحبت بخیر خوش آمدید به نام خدا و عرض سلام دارم با تمام بینندگانی که از طریق پرداری تلویزیون تلو بیننده ما هستند و سلام به شما ایمال جان و سهر جان بسیار زد خوش هستم که امروز خدمت شما هستم و یک سلام ویژه دارم به استاد عزیز ما و هنرمند محبوب ما استاد ممنون مقصودی اولا ما مطالعه را از سنف نو آغاز کردم سنف نو هشت الانو اینا بودم چی باعث شدن که من رو بیارم با مطالعه زمانی که برادرم یا مثلا پدر اینا بر من همیشه هدیه که میوردن اینا کتاب میورد بر دیگر که میوردن شاید مثلا دیگر چیزی ها بر برادرم خوارم اما بر من همیشه کتاب میوردن وقت ناراحت شدم ما گفتم که چرا به من کتاب میارن اما نمیفهمیدم که چی ارز مثلا دوست داشتی دو. وقتی که او تو فر میگرفت در زمان یا میفته نه بر مام تو دیگه بیاره اون زمان دوست نداشتم و من حالا پی بردم به ارزش هایش و اینکه چقدر هدیه با ارزش تقدیم میکردن می امروز فهمیدم و من مدیون زحماتشان هستم تشکر بسیار زیاد دارم از تحایفشان که به ما اهدا کردن و دیگه در زمینه که از اینکه من چطور سینما رو آغاز کردم ما مطالعات داشتم در قسمت مثلا هنرمند کیست و چه نقش داره با. و ما چه خدمتی کردم میتونیم دهی که یک مثلا در آبادی کشور خود اول ای هنرمند خیلی نقش حساسی را داره در کشور اگر مثلا جامعه رشد کنه نیاز به هنرمند داره که متاسفانه در افغانستان کمترین ارزیش به هنر میته و این یک رویش اشتباهی هست که ما ارزیش بیشتر نمیتیم به هنر و هنرمند اگر مثلا امی سینما و مثلا در کل هنرهای زیبا و هنری که مثلا در افغانستان رشد بکنه اگر مثلا هنر رشد کنه ما میتونیم سیاست خوبی بکنیم اگر هنر رشد باشه مثلا روش های درستش باشه بیاموزیم ما میتونیم مثلا در اقتصاد درست داشته باشیم بس. در کل هنر که هست تصویری هست که مثلا نهفته در دههایی هست که در درون جامعه هست و این در را ما میتونیم به تصویر بکشیم و من فکر میکنم که هیچ کس به اندازی یک هنرمند جامعه را و مردم را در کردن نمیتونه از استاد بزرگوار یاد کردین کردن ممنون مقصوده که یک جمله زیبای هم در یکی از مصاحبه گفته بودن که گفتن هنر یا سینما با پول به تصویر کشیدن همیشه با زحمت و فکر و دانش میتونیم که او را به تصویر بکشیم الگوی خودت در ای قسمت که بوده و وقتی که خودت در قسمت سینما پا گذاشتی کسی بود که خودت تشویق بکنه بر گفته باشه به خاطر در جامعه ما قدر نمیپذیرن خصوصا دختر خانوما رو نمیپذیرن که در بخش سینما کار فعالیت بکنه آه بله اولا بله ما از مثلا نقشه ما فیلم های افغانی زیاد نداشتیم که بر فیلان هم شاهین هستن ما الهاماتی که گرفتم از فیلم های مثلا آمریکایی و فیلم های مثلا هندی هندی که فقط یک آمرخان خان هستن نقش مهم بازی ما کنن دیگه در قسمت ای که استاد عزیز ما گفتن هنر را نمیشه با پول خرید و با پول به تصویر کشید بله با احساس با زحمت از که در عمق جامعه باشی با مردم باشی تو میتونی یک هنرمند خوب باشی و تو میتونی نقش خود بهتر مثلا بازی کنی و این کس در بهبود جامعه کمک بی سزای میکنه خیلی خوب بل. مملکت چی نام زیبا انتخاب کردی؟ کی برات انتخاب کرده؟ نام من مادر کلان من انتخاب کرده چرا مملکت؟ علا شاید دلیلایی داشته بودن نه دلیل مشخصی هم خودت داری ما خودم دلیل مشخصی فعلا خوش هستم که مملکت هستم مثلا از نام ما واقعا راضی هستم و در انتخابش نقش نداشتم اما فعلا خوشم از خدا را شکر ما میگیم که مثل مملکت باشی و از دانشگاه کابل میخوایم صحبت بکنیم دانشکده اونرا میخوایم صحبت بکنیم که نقش سینما میشه در رابطه با نقش سینما در جامعه امروز ما هم صحبت بکنیم که چی بوده میتونه بله نقش سینما و دانشگاه کابل دانشگاه کابل بسیار اک فضای اکادمیک و علمی و بسیار فضای خوب هست نسبت به سالهای قبل به تدریج خیلی خوب شده سطح تعصبات پایین آمده و خصوص در دانشگاه هنرهای زیبا که ما تحصیل ما کنیم بسیار فضای دوستانه هست فضای مثلا انسانیت هست که ما نه تنها از اونجا ما هنر بازیگری یاد میگیریم کارگردانی یاد میگیریم ما انسانیت را آموختیم از دانشگاه هنرها в бо тадриси асотиди азизе мо و دیگه در قسمت ای که سینما فعلا من نمیگم که به اسم خوبی یاد نمیشه در افغانستان اینا از عدم معلوماتشان هست اینا کسی نبوده که خوب معرفی کنه بهشان ایشان و شاید دیدگاه های منفی داشته باشن و ما مطمئنم که از اینکه ما در عرصه سینما پای نهادیم و گام نهادیم و آمدیم مطمئنم که یک روزی این دیدگاه تغییر میکنه و مردم ما به صورت واقعی ترش و به صورت مثلا همون گونه که هسته سینما را خواهد فهمیدند و ارزش قائل میشن اون وقت بله برمیگردیم به یک جمله یکی از دوستای ما جناب دکتر صاحب مهدی با رفقایش برش گفته بودن خطاب کرده بودن که مهدی صاحب معتاد است معتاد کتاب هست و میشه مملکت هم برش گفت که اینا معتاد کتاب هستن بیشتر وقت کتاب مطالعه میکنن از اوایل میخوایم از کتاب های روانشناسی صحبت بکنیم نخستین کتاب های هم که آغاز کردین بحث های روانشناسی بود بله بعد از او همونطور آمدین پله به پله و فعلا فلسفه میخوانیم بله و فلسفه خواندن فکر میکنم که کار دشوار است نه؟ بله در اوایل سخت است در اوایل سخت است کی ها را خودت تشویق کردی با مطالعه؟ بله اولی که کتابای روانشناسی چرا شروع کردم و از اینکه به ما کتابای روانشناسی میوردن شاید دلیل های داشته بودن و خودم فعلا <تصفح> که دلیلش کشف کردم است که اونا میخواستن ای تشویق بشه و خود باور کنه اولین گامی که در رسی موفقیت یک شخص رول داره خود باوری است اگر تو خود باور کنی مردم تو را باور میکنن خدا تو را باور میکنه <تصفح> کائنات تو را میپذیره به همزه حالتت روانشناسی رو وقتی میخواندم خود باور کردم امروز و بعد یک کتابی از فکر کنم مهاتما گاندی بود اه. همه مردم برادرند <تصفح> یادم میاد که از های سیاست که شروع کردم از اون کتاب مهاتما گاندی بود اولین کتابی بود که خواندم بعدش رو اردم به های نیچه و هگل اینا که واقعا فلسفایشان واقعا خواندنی هست اگر در متن مثلا موضوع بریم کتاب اگر به خاطر بیداری خود بخوانیم نه به خاطر خواب رفتن خود بخوانیم بله و در ضمن ما دوستای ما که هم اتاق ما بودن و مثلا دیگه دوستای ما بوده هم سنفای ما در کل تا روزی که با ما بودن و تغییرات خوبی در زندگیشون آمدن و فعلا راضی هستن دوستای زیادی داریم که فعلا توانستن از زمان آشنایی با ما کتابهای زیاد را مطالعه کنن و ما های زیاد را بایشان معرفی کردیم و همچنین از کتاب خود ما داریم. این که خودت خواندی چقدر خودت بر برای زندگی را آسان ساخت چقدر فهمیدی که زندگی کردن چقدر میتونه زیبا باشه بله آه... اگر ما بخوایم که تجربه ها مثلا تجربه هایی که پیش از ما شده را خود ما تجربه بکنیم این خیلی کار دشوار هست بله. و ما اوقدر وقت نداریم در زندگی که همه تجربه خود ما بکنیم هیچ چی بهتر از وقت و تجربه و از زمان و مکان دیگر استفاده بله. کنیم و این مطالعه به ما مساعد میکنه تا اینکه یک آدم موفق باشیم و بتونیم که زندگی راحت داشته باشیم زندگی شادتر داشته باشیم و زندگی بسیار عالی داشته باشیم بله برادر میگفت میگفت هر کتابی را که مطالعه میکنین شما زندگی یک فرد مطالعه میکنین بله. و در پایان میخوایم می یام بپرسم که رابطه نیک با استاد چقدر میتونه که برسان انسانها ها را به اداف شد بله رابطه نیک و دوستانه با استاد ای خیلی تاثیر روی شاگرد مثلا در سنف باشم دیکتاتوری فقط استاد حق داشته باشه که <تصفح> گپ بزنه دیگه شاگرد حق سوال نداشته باشه این قسمی شاگرد زیاد رشد نمکنه با. و اگر فضای دوستانه باشه اما استعدادهایی که در درونی در مثلا شاگرد نهفته هسته اینا رو میتونه کم کم بروز بده کم کم بشناسه و رابطه دوستی با استاد و رابطه مثلا که بدون چه قسم بگویم بین که بگه ما استاد هستیم شاگرد هسته اینو در نظر نگیره واقعا میتونه که استعدادهایی که در درون شاگرد نهفته را بروز بده و او بتونه که از استفاده کنه سر خوش آمدید از اینکه در برنامه تشریف آوردی ان شاء که همیشه راه تنوار باشه و هیچ سنگریزه صدرایت قرار نگیره تشکر سلامت باشید وقت